من اواخر سال دهه 1990 برادرم اومده بود سندیاگو برای درمان بیماری و من اون وقت میخواستم که ویدیوهای انگلیسی رو با کمکوردرم دوربین داشتم، خواستم برای انگلیسی تدریس انگلیسی رو اونجا شروع بکنم. تا متاسفانه اون زمان بایستی میذاشتیم روی این VHS تیپا و من میدونستم که یکی دو مرتبه کپی بخوره نواره خراب میشه و برنامه های دیگه پیش اومد که من منتظر شدم که در آینده این کار رو بکنم. الان خوشبختانه با این تکنولوژی که ما داریم در دسترسمونه، من میدونم که کارهای خیلی جالبی ارائه خواهد داده شد که واقعا برای هر کسی که دوست داره یه مطلبی رو یاد بگیره خیلی راحت باشه. الان نمیدونم شماها با مثلا با این خان اکادمی آشنایی دارید یا نه، ولی این مثلا یکی از کارهای خیلی جالبی رو کرده. میگم من میخواستم همون اواخر 1990 اینا بکنم با ویدیو شروع بکنم و اینا، نشد. ولی منظورم این خیلی کار جالبی کرده، الان کلی از این مطالب رو خیلی قشنگ تدریس میکنه و روی اینترنت گذاشته و همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن. و من شخصا خودم فکر میکنم که تمام علوم طبیعی رو بایستین به یه زبان مشترک تدریس داده بشه که همه بتونن این مطالب رو به یه زبان بخونن و بعدن با اون نبوغی که دارن، با اون هوشی که دارن، چون هر کسی توی یه مطلبی بالاخره گل میکنه و تمام انسان ها میتونن از این بهرمند بشن. و من میدونم که تمام دورور دنیا بچه هایی هستن که اگر بهشون موقعیت داده بشه واقعا نوابغی هستن که یک دفعه شکوفا میشن و ما ازشون بهره مند میشیم. الان مثلا تو این صفحه میدونم که نمیتونید خوب ببینید، ولی تو این صفحه نگاه میکنید، خودتون برید روی آنلاین میبینید. تو این صفحه نگاه میکنید، مثلا نگاه کنید حساب هندسه اول Early Math رو داده و اینجا میتونید راحت ویدیوهای مختلف رو ببینید. این مثلا همون یکی از ویدیوهای اولیشه. Put 7 squirrels in the box. All right. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 squirrels. I've put 7 squirrels in the box. Let's keep going. This is lots of fun. Put 4 squirrels in the box. That's even easier than putting 7. 1. حالا من فکر میکنم که اگه خودتون سنتون کمه یا اگر برادر و خواهر کسی هستید که سنش کمه یا خودتون حتی که والدین کسی هستید که بچه هاتون سنی هستن که بتونید تشویقشون بکنید که این زبان مشترک رو شروع کنند، از همون اول بچگیشون این مطالب و علوم طبیعی رو همه رو به این زبان مشترک هم یاد بگیرند. من فکر میکنم در آینده این خیلی مهم خواهد بود. چه بهتره که الان آدم شروع بکنه. این مثلا حساب هندسه است. خب راحت آدم میتونه بره
تو قسمتی که شیمی درس میدن. خب یعنی تمام اینجا وقتی میری تو این صفحه اولش، یعنی اینجا مثلا خان اکادمی سرچ، دنبال چه مطلبی هستید اینا، خان اکادمی، بعد میتونید برید میگید که حساب هندسه اول داره، جبر، هندسه است، کلکولس، همینجوری میرید جلو. arithmetic, geometry, probability. probability یعنی آمار و احتمالات. بعد میاید کلاساشو نشون میده، بعد میاید اینجا میبینید مطلب ها فیزیک، بیولوژی، خلاصه تمام مطلب های مختلف رو روش کار میکنه. پس من فکر میکنم شما شروع کنید فراگیریه نه تنها این زبان مشترک، بلکه این درس های علوم طبیعی رو در این زبان هم یاد بگیرید، در آینده خیلی کمکتون خواهد کرد. و من اینم بگم که من الان میدونم که در آینده نزدیک با این تکنولوژی ما داریم، با تکنولوژی که ما داریم و با این نرم افزارهایی که خواهد بیرون اومد، به قدری اپلیکیشنای درست میشه که آدم میتونه باهاش خیلی کارهای محشر بکنه. همین فراگیری زبان انگلیسی که من یه مقداری با شما کار کردم، من میدونم اصلا چیزهایی هستش و خواهد بود که این کار منو حالت جوک میکنه اصلا، ولی من بخواستم به خاطر علاقه که دارم یه چیزی رو باهاتون شریک بشم. خودم میدونم که در آینده با این تکنولوژی و این اپلیکیشن ها خیلی کارهای جالب تری خواهد شد، اینو بهتون 100% قول میدم. در جا مطالب ترجمه میشه به وسیله همین نرم افزارا، ولی اول آخرش رو نگاه بکنید، چون ما انسانیم و دوست داریم که اون حس انسانی رو نسبت به یک دیگه داشته باشیم و بتونیم درد و غم و خوشیمون رو با هم دیگه شریک بشیم، من فکر میکنم یه زبان مشترک احتیاجه. که این زبان مشترکم که امیدوارم یا پیشنهاد میکنم همین زبانیه که من با شما کار کردم و کار میکنم. پس انرژیتون رو نگه دارید، شروع کنید این مطلبای مختلف و یواش یواش در همین زبان مشترک هم فراگیری بکنید. ما البته یکی دو سه نسلی طول میکشه که ما این عبور رو بکنیم از این مقطع تاریخی که یواش یواش یه تمام دنیا شروع کنن این زبان رو به عنوان زبان مشترک درس بدن. البته من امیدوارم. با اجازتون.